بازی های آسیایی هانگژو، دور پنجم مسابقات تیمی شطرنج، مساف دو قول شطرنج آسیا یعنی ایران و هند. در این دور ابر استاد بزرگان و استاد بزرگ های دو کشور رو در روی همدیگه قرار می گیرن تا تکلیف این دور سرنوشت ساز هم تعیین بشه. چهار بازی حساس و سرنوشت ساز رو با همدیگه داریم که ما توی این ویدیو دو تای از این بازی ها رو خدمتتون ارائه میدیم. بازی میز چهارم دو کشور، یعنی جایی که استاد بزرگ بردیا دانشور در برابر ابر استاد بزرگ پنتالا هری کریشنا با هم دیگه بازی داشتن، با مساوی خاتمه یافت. بازی میز سوم دو کشور، یعنی جایی که ابر استاد بزرگ ویدیت در برابر استاد بزرگ پویای دنی با هم دیگه بازی داشتن، این بازی هم به تساوی کشیده شد و نتیجه دو تیم در میزهای سوم و چهارم 1-1 مساوی شد و جدال حساس و سرنوشت ساز دو تیم در میزهای اول و دومه. ابتدا میخوایم بریم بازی میز دوم رو با هم دیگه ببینیم، یعنی جایی که اعجوبه هندی پراگناناندا مهره سفید رو داره و استاد بزرگ محمد امین طباطبایی که گلادیاتور شطرنج ایران در دورهای دوم و چهارم بود و با بردهای سرنوشت سازش تونست تیم ملی ایران رو برنده کنه، با هم دیگه بازی دارن و یه بازی بسیار زیبایی رو با هم دیگه انجام دادن. پراگناناندا یکی از آماده ترین بازیکنهای این روزهای دنیای شطرنج، کسی که نایب قهرمان جام جهانی شطرنج شد جایی که به مگنس کارلسن باخت و فوق‌العاده بازی کرد توی اون مسابقات، مهره سفید رو داره و بازی رو با حرکت ای4 آغاز میکنه. استاد بزرگ طباطبایی که در این مسابقات فوق‌العاده ظاهر شده با ای5 جواب میده، گسترش از پا فیل بیرون میاد، شروع بازی ایتالیایی رو شاهد هستیم که ما هم یه مجموعه توی این کانال راجبش ساختیم، لینکش رو توی توضیحات ویدیو قرار میدم. دفاع دو اسب از سمت محمد امین طباطبایی که توی این بازی پراگناناندا دسر رو بازی میکنه، ولی حرکت اسب G5 هم وجود داره که چندین بار توی کانال بررسی کردیم. معروف ترین بازی که بررسی کردیم بازی ناکامورا در برابر کاروانا هستش که لینک اون بازی رو هم توی توضیحات این ویدیو قرار میدم. دسه فیل بیرون میاد، سه دشی شاهد ساختار ژوکوپیانو هستیم و اینجا حرکت A4 از سمت پراگناناندا که حرکت مدرنی هستش. همینجا سفید یه تهدید خیلی آبکی رو داره، اگه سیاه قلعه بره به چاری سوار رو نوش جان میکنه سفید و اینجوری سیاه میبازه. ولی خب توی بازی سیاه A5 رو بازی میکنه، بعضی بازیکنان هم A6 رو بازی میکنن، جفتش قابل بازیه. این بازی هم میتونه به اون مجموعه ایتالیایی اضافه بشه، یک آپدیتیه برای اون مجموعه که میتونید یه ایده های تازه‌ای رو بگیریم. حرکت A5 رو بازی کرده، فیل G5. من توی اون مجموعه چندین بار گفتم فیل بیاد خونه G5 زمانی که سیاه قلعه نرفته ایده خوبی نیستش. یه بازی بسیار زیبا رو هم از چیگورین بررسی کردیم که حریفش فیل رو بیرون اومده بود و زد یارو رو لت و پار کرد با سیاه، ولی توی شطرنج مدرن یکم قضیه عوض شده. به همین دلیله که میگیم شطرنج شبیه علمه، توی علم هم نظرها عوض میشه، همیشه یه نظر نیست از اول تا آخر دنیا یه چیز همون باشه. نه، کامپیوترها اومدن، بازیای جدید انجام شده، فهمیدن نه اینطور هم نیست، اونجوری هم نیست، قبلا بازیکن اشتباه بازی کرده، الان میشه یه جوری دیگه هم بازیش کرد. فیل G5 رو کارلسن توی جام جهانی شطرنج مقابل وینسنت کیمر بازی کرد و توی بازی که باید میبرد اینو زد و برد. آرجون ریگایشی بازی کرد، پراگناناندا بازی کرد و این بازی دوباره برگشت و خیلی بازیکن بازی کردن. خب توی گذشته فکر می‌کردم خب چیش بازی می‌کنیم؟ فیل که میاد اینجا ما که قله نرفتیم، به سادگی میتونیم این فیل رو عقب برونیم و بعدش بیایم مثلا فیلی شیشی چیزی بازی کنیم، وزیر رو بذاریم بیرون، قله بزرگ بریم بیایم شاه سفید رو مات کنیم. اما این وضعیت یکم با اون وضعیت فرق داره. یکی یه A4 A5 اضافه شده. وقتی این A4 A5 اضافه بشه، سیاه مگه جرأت داره قله بزرگ بره؟ هر وقت قله بزرگ رفتی سفید یه B4 B3 نه بیا بابا B4 میندازه و سیاه رو لت و پار میکنه توی جناح وزیر و خیلی سریع جناح وزیر رو پیش میرونه. دوم این که سفید مگه قله رفته؟ الان قله رفته سفید؟ نه، میتونه شاهش رو همینجا نگه داره، میتونه بره قله بزرگ، یعنی فعلا مجبور نیستش. پس یه جزئیاتی رو داره. حالا یه توضیحاتی هم اینجا خدمتتون عرض کنم. استاد بزرگ طباطبایی G5 رو بازی نمی‌کنه، بعد از 9 دقیقه فکر کردن فیل رو به A7 می‌ذاره. دلیلش چیه؟ پراگناناندا بازیکن فوق‌العاده سخت‌کوشیه، فوق‌العاده تدارکات زیادی رو توی شطرنج داره. یعنی شاید یکی از اون بازیکنایی باشه که خیلی کار می‌کنه. استاد بزرگ پرهام مقصودلو هم یکی از اون بازیکنان، خود استاد بزرگ طباطبایی این بازیکن‌هایی که تازه رو به رشتن فوق‌العاده زیاد کار میکنن، شاید بالای 10 ساعت کار میکنن این بازیکنان. پراگناناندا که توی کمپ مگنس کارلسن هم کار میکنه، مربیش هم رامشه که به همهشون گفته بود بابا بیایم مثل پراگناناندا تمرین کنیم. کارلسن هم توی همون جام جهانی میگفت سعی میکنم شبیه پراگناناندا باشم، یعنی همون جمله اون مربی یعنی رامش رو تکرار کرده بود.
خلاصه خیلی کار میکنه، خیلی هم استعداد داره و تدارکات بسیار زیادی رو داره. من فکر میکنم فیلاهف ایده یکی از تدارکات بره بیرون. حرکت بدی نیست، حرکت مفیدیه تو این ساختارها، از دچار آینده سفید جلوگیری میکنه. فیلم معمولا اینجا جاش خوبه و میگم به نظر من هدف این بوده که از تدارک، چون 9 دقیقه هم زمان صرف کرده، خب قطعا استاد بزرگ طباطبایی شبیه این وضعیت رو بالای 1000 بار توی زندگی شطرنجیش دیده و این وضعیت براش تازه نیستش، ولی خب آچار آ پنج هم اومده، ترتیب حرکات به این شیوه بخصوص یکم فرق میکنه و توی این بازی فیل رو با هفت گذاشته. تصمیم بدی نیست، ولی خب جه 5 بهترین حرکت بود. اسمیاد ده 2 قله میره، شاید وزیری هفت بهتر بود. اینجا H3 بازی میشه و اینجا یک تصمیم بحث برانگیز، پیاده به خونه J5 که سایت chess.com میگه حرکت خوبی نیستش. این تصمیم چرا یکم بحث برانگیزه؟ چون سیاه قله رفته و سفید هر آن احتمال داره قربانی سوار رو بده و توی بعضی وضعیت ها این قربانی به نفع سیاهه، توی بعضی وضعیت ها به نفع سفیده. من توی همون مجموعه ایتالیا یه بازی خودم بررسی کردم که تقریبا شبیه همین ساختاره، که اونجا منم این قربانی رو دادم، بازی رو بردم. ولی خب اونجا یکم فرق میکنه، از روی لوپز و ساختارهای اسپانیایی وارد شدیم، سیاه پیادش A6ه، من پیادم A2ه، یکم فرق میکنه، ولی خب ساختار همون ساختاره. و بعضی وضعیت‌ها هم هست، من خودم توی همین بازی‌های چالش 30 روزه یه بازی دیگه همین قربانی رو دادم باختم، مثلا خوب نبود قربانی، اگه بازی‌ها رو دیده باشین. خلاصه اینکه بستگی به آرایش سوارها داره. اینجا سیاه یه بار فیل رفته A7 و به جای اون سفید اسب اومده D2، یعنی سفید یه تمپ اینجا جلو افتاده. به نظرم من به اون دلیله که اینجا برای سفید خوبه و اینجا پروگنانادا استر G5 رو میزنه و اگه فوق‌العاده زمانش هم خیلی پایین نیومده، استر G5 فیل در G5 یه قربانی رو میده که اینجا حالا کار سیاه خیلی سخت میشه، چون باید دفاع کنه و سفید حمله های سهمناکی رو خواهد داشت. شاه به G7 میاد، وزیر میاد F3، حرکت طبیعی که این آچمزی فشار میاره و اینجا فیل E6، حرکت درست. بیشتر از 15 دقیقه هم فکر میکنه، فیل رو به خونه E6 میذاره و اینجا یک فرصت سوزی رو از سمت پروگنانادا داریم که اسب رو به خونه F1 نمیاره. خواستم بگم میاره که نمیاره. اینجا توی بازی فکر میکنم اینجا فیل D5 رو بازی میکنه، بله قلم نمیره، فیل رو میذاره D5، حرکت خوبی نیستش. توی اون بازی هم اگه یادتون باشه و لینکش رو هم توی آخر این ویدیو براتون قرار میدم، توی اون بازی حریف من A6 B5 بازی کرده بود، پیاده من A4 نبود، A6 B5 بازی کرده بود و من اینجا فیلو گذاشتم D5، اسبش آچمز شد، اسبش رو نمیتونست تکون بده، فوق العاده خوب شد. ولی اینجا فیل D5 خیلی هم خوب نیست، حالا بدم نیست ولی خیلی هم خوب نیست. اسب F1 بهتر بود، اسب هم داره وارد E3 هم G3 میشه. رخ اگه بیاد مثلا اسب میاد E3، اگه بزنه با F میزنه، داره از ستون F فشار میاره، کار سیاه زار میشه. این کار هم نکنه مثلا اسبش رو مانور بده، اسب میاد G3، اسب بیاد D7، اسب H5 کیش، شاه G6، فیل H4، حرکت بسیار سخت و کامپیوتری. فکر نکنین همین حرکات رو من از خودم میگم یا من از این دو استاد بزرگ و میشه گفت این دو ابر استاد بزرگ دارم ایراد میگیرم، نه به این سادگی نیستش. من بیشتر از انجین استفاده میکنم، تازه این انجینم روی عمق 20ه، انجین استاکفیش فوق العاده نیرومند، از هر انسانی نیرومندتره، ولی خب عمق 20ه. شاید پروگنانادا همین وضعیت ها رو توی عمق 50 60 70 هم بررسی کرده باشه، حالا نه دقیقا این وضعیت و وضعیت های قبل از این رو. خلاصه این که در نظر داشته باشین که من از این بازیکنان نمیتونم به این سادگی ایراد بگیرم، فقط دارم چیزایی که انجین میگه و چیزایی که حالا از بازی و حالا بعد بازی تفسیر کردن بازی راحت تر از بازی کردن دیگه، چیز ساده ایه. خلاصه اینجا فیل رو میذاره D5، یک فرصت سوزی. رخ میاد H8، حرکت خوب، قله و اینجا اسب B8، یه حرکت خوبه دیگه. اینجا دیگه داره خوب بازی میکنه محمد امین و داره اسبش رو برمیگرده، داره 3-6 بازی میکنه و فیل رو عقب میرونه. اینجا سفید خب خیلی فکر کرد روی بازی ولی به چیز بهتری نرسید. اینجا کامپیوترها D4 رو یه جایی پیشنهاد میدادن ولی در نهایت همین تصمیم پروگنانادا تصمیم خوبی بود. فیل در F6 رو زد، وزیر در F6، تعویضها صورت میگیره و فیل در B7، سفید رخ رو میگیره. حالا ماتریالی که روی صفحه داریم، سفید 8 تا پیاده داره، سیاه 5 تا پیاده، یعنی چیزی که وجود داره یه فیل و یه اسب به رخ و 3 تا پیاده، ولی خب سوارهای سیاه سوارهای نیرومندی هستن و سفید فقط یه پیاده رونده داره. سفید یکم برتری داره ولی خیلی زیاد نیستش. اینجا سفید شاه رو به خونه 3-2 میذاره، رخ G8، خوب بازی میکنه، G3،
اگه شاه به خونه E7 برمیگرده، حرکت خوبی رو خچ تو F5 باز هم خوب بازی میکنه، آخر بازی رو اینجا داره خوب اداره میکنه. سفید تقریبا برتریش رو از دست داده، اینجا دیگه کلا برتریش رو از دست میده، 2-5 هم بازی میکنه، سیاه اصلا داره طلبکار میشه. اون وضعیت خوب به اینجا رسید. میگم پراگناناندا اگه اسب F1 رو بازی میکرد بهتر بود، اینجا هم آخر بازی رو خیلی خوب اداره نکرد. کامپیوتر میگه G4 رو باید بازی میکرد، از این F5 سفید جلوگیری میکرد. خلاصه اینها رو بازی نکرد. زیاد دیگه همه چیز رو بخوایم بررسی کنیم دیگه ویدیو میشه 2 ساعت، مثل بازی های چالش. خلاصه شاه میاد D6، اینجا رخ میاد F1، فیل F5، اینجا اصلا سیاه بهتر شد یکم. F4 یه صحنه بسیار حساس، اینجا سیاه دو تا حرکت خوب داره که حرکت دوم رو بازی میکنه، ولی حرکت اول رو اگه بازی میکرد چی میشد؟ اینجا اگه رخ در G3 رو میزد قطعا بررسی کرده، ولی گفته خب F در E5 میزنه و بعد از F در E5 خب سیاه که نمیتونه اگه با این بگیره، سفید رخ کیش داره و شاه هم بره F6، مثلا اسب E4 میزنه و سفید اصلا اینجا خیلی وضعش بهتر میشه، این که اصلا خوب نیست. ولی بعد از F در E5 شاه E6 پیاده D3 زیر ضربه، D4 هم وجود نداره چون آچمزه. اگه اسب F3 بازی کنه حالا اسب در E5 حالا بزنه میزنم کیش بدی فیلم میذارم E3 دارم C5 D4 میام H3 رو دارم میگیرم مثلا H4 C5، فوق العاده است این وضعیت برای سیاه و شاید اصلا میبرد این بازی رو. یک وضعیت بسیار جالب که البته هر دو استاد بزرگ هم اینجا تحت فشار خیلی بالای بازی اصلا این رو در نظر داشته باشین که اصلا بازی کردن صفحه سر میز با اون چیزی که ما تحلیل میکنیم و اینا زمین و آسمان فرق داره، خیلی سخت سر بازی، بازی تیمی، مسابقه خیلی حساس، دو تا بازیکن فوق العاده نیرومند مقابل هم دیگه قرار گرفتن و اصلا شرایط فیزیکی، روحی، روانی همه اینها تاثیرگذاره. یعنی ما یه بازی ساده هم نمیتونیم به راحتی انجام بدیم تحت شرایط سخت، چه برسه به این بازی پیچیده. فیل میاد خونه H7، حرکت بدی نیست، احتمالاً فکر کرده خب حالا میزنم و حالا اگرم اینو برونه اینو میزنم، بزنه اسبو میذارم E5 وضعم خیلی خوب میشه. ولی خب پراگناناندا اینجا خوب بازی میکنه، رخ رو میذاره E2، رخ در جس میزنه از سری پنج. اینجا احتمالا فکر کرده بود که خب همه چیز عالیه، اینجا دیگه همه چیز عالیه و وضعم خیلی خوبه، رخ هم کیش بده شاه میرم E7 و رخش زیر ضربه، اینم که نداره بزنه رخش رو میزنم و خلاصه سیاه داره میبره. ولی این حرکت سفید رو نجات میده، حرکت رخ F3 همه چیز رو دفاع میکنه و یکم سخت بود دیدنش، چون ایده اینه که اگه رخ در F3 بزنه حالا رخ در E5 کیش و وقتی اینو بزنه از طرف F3، چون سفید که نمیتونست یه ضرب از طرف F3 بزنه، فیل در D3 میباخت. احتمالا توی محاسباتش اینجا یه اشتباهی رو انجام داده، رخ F3 که بازی میشه رخ رو برمیگرده، وضعیت اینجا متعادله. اسب میاد F1 و اینجا یه تصمیمی که کار رو سخت‌تر میکنه، البته این تصمیم واقعا قابل درکه، سیاه شاه رو D6 میذاره، باید E6 میذاشت که یکم سخت بود توی این خط باقی میمون، ولی اگه E6 میذاشت داره H4 رو میگیره، اسبم بذاری اینجا H4 رو میزنه، بعدن باز هم سیاه داره D4 بازی میکنه و وضع خیلی خوبی رو داره سیاه، ولی توی بازی شاه رو میذاره D6، حالا اسب چسه. حالا شانس سیاه نمیتونه H4 رو بزنه چون رخ کیش و بعد از شاهی هفت رخ F5. اصلا یه حرکت هایی پیدا شده به خاطر وجود این رخ و شاه در یک خط، اگه بزنه از سر F5 کار تموم میشه. همونطور که میبینید چیزای تاکتیک ها به نفعش در نیومدن، اینجا میزنه توی F3 از در H5 H4 رو میزنه، بازی مساویه، ولی خب سفید یکم دست بالاتر رو داره. اسب میاد F4 و اینجا یه صحنه حساس دیگه از بازی که حالا سفید 2 دقیقه وقت داره، سیاه 8 دقیقه. حتی شاید استاد بزرگ طباطبایی توی این بازی به فکر برد هم بوده چون وضعش بهتر شد، آخر بازی رو بهتر بازی کرد، ولی اینجا یه تصمیم اشتباه رو میگیره، یه حرکت سیاه سفید رو نمیبینه. اگر درست اینجا فیل G8 بود، باید خونه E6 رو دفاع کنه، سفید بعد از اسب F4ش داره E6 کیش میده، باید این رو دفاع میکرد با فیل G8، بعدش مثلا اسبو برمیگشت F5 و بازی میتونست مساوی بشه، اما فیل رو F5 میذاره، یهو رخ میاد H2 و این اسب جای خوبی نداره، اسب بره G6 رخ میزنه و سوار از دست میده، این که میبازه، خونه F5 هم نداره دیگه بره این اسب، این خونه رو نداره، میاد F3. حالا سیاه رخ رو میذاره H5 میشینه به این و اینجا کار سیاه خیلی سخت شده، شاید بشه گفت اصلا بازنده هم شده توی این وضعیت و اینجا یه تصمیمی رو میگیره که بازی تقریبا بازنده میشه. اسب E1 کیش رو این جین ها میگن، ولی خب باز هم خیلی سخته، مثلا شاه B3
فیل در ده، سه رخ در اینجا کیش. روی بازی خیلی سخته وارد این وضعیت بشیم، چون سفید وارد یا آخر بازی میشه، همه پیاده ها یک جناحن و سیاه باید خیلی سخت تلاش کنه که این بازی رو مساوی کنه، شاید باز هم ببازه. دقیقا معلوم نیست این وضعیت چی میشه، سفید شاید در نهایت بتونه با یک مانور اسب این شاه رو دور کنه، شاهش وارد بشه و چون پیاده های جناحن بازی رو ببرن. منم نمیدونم دقیقا نتیجه این بازی چیه، ولی خب سخت بود گرفتن این تصمیم و توی بازی فیلی 6 رو بازی میکنه که کار رو راحت تر میکنه. اگر دچار اگه فوق العاده نیرومندی هستش که شاید این حرکت رو نیده، خط فیل رو میبنده. نکته این بود که اگه رخ رو H6 میذاش از J5 بازی میکرد و اگه رخ رو J6 میذاش حالا شاهی 5 میشست به اسب، اگه اینو میزدی اونم اینو میزد بازی مساوی میشد. ولی سفید میاد چیکار میکنه؟ زرنگی میکنه، D4 رو بازی میکنه، میگه اصلا نخواستم، حالا میخوام رخ H6 بازی کنم. و بعد از فیل J8 هم بازی میکرد، رخ رو میذاش اینجا، بازم فرقی نمیکرد. توی بازی فیل رو میذاره اینجا، رخ اینجا و فیل جایی نداره بره. فیل بره اینجا، رخ کیش میده، پیاده D5 رو میزنه. توی بازی شاه رو میاد E7 میزنه و اینجا دیگه سفید برنده میشه، پیاده ها رو میگیره و اینجا اسب رو هم به خونه E7 میذاره. اسب رخ D7، اسب به خونه C6 میاد، میشینه به فیل. فیل اگه تکون بخوره اسب میره D8، این فیل رو میگیره، اسب هم وارد G5 بشه، مثلا F7 رو میزنه، بزنه C5 هم میزنه، B4 هم میاد و سفید میبازه. بعد از S6 استاد بزرگ طباطبایی تسلیم شد و این بازی که خوبم بازی کرد. آخر سر فقط اینجایی که یه چند جا شاید اشتباهاتی مرتکب شد، مهمترینش اینجا بود که بعد از اسب F4 اگه فیل G8 رو بازی میکرد بازم این بازی با نتیجه منصفانه مساوی تموم میشد، چون بعد از تدارکات پراگناناندا استاد بزرگ طباطبایی خوب بازی کرد، ولی خب بعدش این اتفاق افتاد. حالا بریم بازی میز اول رو ببینیم، جایی که پرهام مقصودلو در برابر گوکش بازی داره. و اما بازی میز اول، بازی دو ابر استاد بزرگ دو کشور، پرهام مقصودلو و گوکش. قبل از آغاز بررسی این بازی یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که خیلی از عزیزان گفته بودین که ویدیوها دیر به دست شما میرسه و نتیجه بازی ها یه روز قبلش مشخص شد و اینها، حرفتون کاملا درسته. همینطوره یه چند تا نکته در این مورد وجود داره که خدمتتون عرض کنم. یکی این که بررسی بعضی از این بازی ها واقعا زمان بره. همین بازی پرهام رو من بیش از یه ساعت وقت گذاشتم تا بتونم این بازی رو بفهمم با انجین های بسیار نیرومند، که اصلا یه چیزی که میگم حداقل اشتباه نباشه اون چیزی که دارم میگم و حداقل اون درکی که حالا بازی دو ابر استاد بزرگ بریتینگشون بالای 2700، اصلا بازیکنان که خیلی نیرومندتر از منن، حداقل چون انجین هم اگه انجین سایت chess.com هم اگه عمقش پایین باشه توی آخر بازی توی شروع بازی اشتباهات زیادی رو داره. یعنی این انجین اونقدرها عمقش بالا نمیره، مثلا عمق بررسی که من برای این بازی انجام دادم خیلی از حرکات بالای 60 بوده و لازم بوده که اینطور باشه، ولی خب عمق بررسی این سایت نهایتا تا 30 بره، خیلی خوب نیست. پس این رو در نظر داشته باشین که زمان برده واقعا، هر بازی حداقل بیشتر از یک ساعت. این از این. و بعضی از روزها هم همونطور که قبل خدمتون گفتم من چشمم و درد میکنه، خسته میشه و نمیتونم دیگه محتوایی رو تولید کنم و اینها، خیلی طول میکشه تا بتونم برگردم و به حالت عادی برگرده و بتونم بازی ها رو براتون تفسیر کنم. این یه نکته است. و بعدم این که اصلا ادیت ویدیو، خود ضبط ویدیو، بعضی وقتا اصلا ویدیو ضبط میشه میفهمم اصلا خوب نشده، دوباره ضبط میکنم. خلاصه این که طول میکشه و بعضی وقتا به این شکل، حالا که این مجموعه چالش 30 روزه هم هستش، دو تا کار با هم دیگه، خلاصه دیگه سخته. حالا به بزرگی خودتون ببخشین اگه دیر به خدمتتون میرسه، و اگر نتیجه دورهای دیگر رو هم میدونین لطفاً توی کامنت ها ننویسین که عزیزانی که خبر ندارن هنوز بازی ها براشون جذاب باشه. و نکته ای هم که خدمتتون عرض کنم، حالا بازی ها ما بیشتر آموزشیش رو در نظر داریم، حالا نتیجه هم بدونین خیلی فرقی نمیکنه، ما میخوایم یاد بگیریم شطرنج رو ازش لذت ببریم. پرهام این بازی رو با حرکت D4 آغاز میکنه، اسب F6 C4 E6 اسب F3 پیاده به خونه D5 میاد، شاهد شروع بازی گامبی وزیر هستیم و حرکت C6 وارد شاخه دفاع اسلاو میشه، E3 اسب به خونه D7 میاد، فیل وارد D3 میشه و D در C4، فیل در C4، B5. این بازی گوکش بهتر بازی میکنه، پرهام همین شاخه شبیه همین رو توی بازی دور اولش بود فکر کنم بازی کرد، میتونید اون بازی رو هم ببینید. فیل به خونه D3 برمیگرده، شاخه مران هستش که ویشواناتان آناند ببر مدرس توی سال 2008
مقابل کرامنیک فوق‌العاده از این شاخه استفاده کرد و تونست قهرمانی جهان رو از کرامنیک پس به و حالا جانشین ویشواناتانانند یعنی گوکش، کسی که توی این چند ماه تونست ریتینگش رو بالاتر از ویشواناتانانان ببره و به نفر اول هندی‌ها تبدیل بشه، اومده از مران استفاده کرده توی این بازی که جالبه. حرکت آشیش بازی میشه، سیاه ایده های فیل به هفت اینجوری نمیره، فیل اون اسب اینجوری میره، 3-5 رو داره و در ادامه میخواد وضعیت رو باز کنه. پیاده به خونه ای4 میاد، سفید هدفش اینه که مرکز رو بگیره، 3-5 همین جنگ و تنش از همین ابتدا آغاز میشه، 3-5 فوق‌العاده تئوریک شاخه مران. بازیکنانی که وقت زیادی رو ندارن برای شطرنج اصلا وارد مران اینا نشن، مثل نایدورف خیلی تئوریکه و باید خیلی بلد باشیم، تازه غیر از این شاخه باتوینی کم هست که اونم باید بلد باشیم، پس اصلا وارد این نشین. 3-4 اسب در B5، سفید خب میدونه داره اسب رو میزنه، اگه اینجا اسب رو میزد سیاه میزد تو 3-3 اصلا سیاه بهتر میشد، مثلا G7 رو میزدی با فیل میزد سیاه اصلا همین الان وضعش خیلی بهتره. پس سفید اول یه B5 رو میزنه، وقتی زد حالا F6 رو میزنه، حالا پیاده B5 رو هم ضعیف کرده. فیل در D2 وزیر در F6 فیل در B5. اینها تئوری درست گوکش فکر کرده، ولی خب من فکر می‌کنم بیشتر برای اینکه لاین رو انتخاب کنه، شاخه رو انتخاب کنه فکر کرده. و اینجا حرکت پیاده به خونه E5 قلعه و قلعه، همه اینها فکر می‌کنم تئوریکه و چون پرهام 1 ساعت و 36 دقیقه الان وقت داره و گوکش 1 ساعت و 25 دقیقه، رخ F1 به نظر من انتخاب خوبی بوده توسط پرهام، رخ D8 وزیر E2 فشار به پیاده E5 میاد و اینجا گوکش بعد از حالا حدوداً 17 دقیقه فکر کردن فیل رو به خونه A6 میذاره، شاید توقع این حرکت وزیر E2 رو نداشته، پیاده E5ش زیر ضربه و دفاع هم نمیشه، یعنی مسئله اینه که دفاع هم نمیشه. حالا کامپیوتر اینجا میگه H6 فیل A6 خودش هم بد نیست، رخ E8 اگه بازی میکرد از در D4 میخورد، این آچمزی کار رو تموم میکرد. فیل A6 رو بازی میکنه، پیاده رو به این شکل میده که فکر میکنم حرکت بدی نبود، فیل در A6 رخ وزیر در A6 تعویض وزیرها صورت میگیره و رخ در E5. باز هم خدمتتون میگم بازیکنی که مهره سیاه رو داره با مساوی اوکیه توی بازی تیمی. یه چیزی هم بگم این که بازی ها همزمان بازی میشه، الان همین الان که مثلا وضعیت رسیدم بازی محمد امین هم توی در جریان بوده، اینطور نبوده که پرهام بدون محمد امین باخت و اینها، جفتشون دارن بازی میکنن و هر چهار میز البته دارن بازی میکنن. پیاده به خونه D3 میاد، رخ شاه اول به F1 میاد، G6 رخ به درستی برمیگرده به E1 که این پیاده رو بتونه متوقف کنه، رخ وارد C8 میشه که از C2 وارد بشه، نمیذاره رخ C1 بازی میشه، اگه بزنه بعد چون سفید میزنه و بعد از رخ در A2 سفید رخش رو به خونه B1 میذاره، حرکت فوق‌العاده نیرومند. حالا رخ پشت پیاده رونده رفته، سفید شانسای بهتری رو داره، نمیگم 100% برنده هستش، ولی خب سیاه رخ رو به خونه E8 میذاره و پرهام اینجا B4 رو بازی میکنه. کامپیوترها A4 رو هم میگفتن ولی جفتشون تقریبا مثل همن، یعنی در عمق بالا جفتشون مثل همن، B4 رخ خاصه رخ B1. و اینجا صحنه حساسی که گوکش خوشبختانه حرکت خوب رو پیدا نمیکنه، رخ رو به خونه B8 میذاره، حرکت درست رخ E2 بود که یکم سخت بازی کردنش چون باید ببینه B5 چی میشه، چون سیاه اصلا نمیتونه اینو بزنه، اینو بزنه سفید اینو میگیره میره، ولی B5 رخ C3 نکته اینه داره میاد وارد C2 میشه، اگه B5 رو بازی کنه اینجوری بیاد سیاه کیش مساوی می دیگه رخاش به عرض بهشتی رسیدن، همینجوری کیش میده و بازی مساوی میشه. اینجوری البته که من بازی کردم یه لحظه بازنده شدم، اینو نباید بازی کنیم چون بعدش پیاده با کیش وزیر میشه، بعد رخ کیش باید برگردیم اینجا که بازنده نشیم. خلاصه مساوی این بازی. حالا شاید پرهام بعد رخی دو چه میدونم یه چیز دیگر رو امتحان میکرم، مثلا رخش رو میذاش E1، رخ B2، رخ A رو میذاش B1، ولی خب رخ A رو میتونست بزنه توی A2 و این بازی اینجوری مساوی میشد، یعنی سیاه به سادگی مساوی رو میگرفت. نمیدونم چی رو محاسبه کرده که رخ E2 رو بازی نکرد و اینجا رخ B8 از چی ترسیده بود، نمیدونم واقعا. رخ رو میذاره B8 B5، حالا پرهام برتری خوبی رو میگیره، شاه میاد F8، هرچند هنوز فکر نمیکنم کاملا برنده باشه، شاه میاد E7، شاه D2، شاه میاد D6، سیاه شاهش رو نزدیک میکنه، رخ وارد B2 میشه، H5 حرکتی که
حالا معمولا بازی میشه. سیاه خب فکر کرده وضعش در شرایط خوبیه و H5 رو بازی کرده. پرهام هم سریعن 4 رو بازی میکنه که حالا سریعن که فکر میکنه 4 رو بازی میکنه، ولی حرکت درستی نیستش 4. اینجا اگه رخ رو به خونه E1 می آورد با ایده رخ E3 گرفتن پیاده D3 کار یکم سخت میشد. هرچند الان این انجین نمیدونم چی میزنه، حالا نمیدونم چی میزنه B6 داره رخ E3، شاید هم واقعا خوب نبود. حالا من اینجا رو دقیقا چک نکردم، جلوتر رو بیشتر چک کردم با انجین های نیرومند، نمیدونم اینجا چی میشه. B6 رخ در A2، رخ B1، رخ در B2، شاسه 6 را در D3 شاید ببره، شاید مساوی بشه، من چه بدونم. اون این اساتید بزرگ هم حتی مطمئن نیستن از این وضعیت. خلاصه پس چارش چندان هم بد نبوده، همون رخ میاد E8، حالا رخ میاد A8 و رخ E3. شاید اینجا B6 بهتر بود، ولی رخ E3 هم خوبه. رخ در A2 میزنه کیش، شاه میاد وارد D6 میشه، رخ در A2 میزنه رخ C2، حرکت نیرومند و رخ میره پشت پیاده رونده، سیاه شاه رو C7 میذاره. اینجا چیزی که کامپیوترها پیشنهاد میکنن اینه که اول پرهام B6 کیش میداد و بعد از شاه B7 حالا پیاده رو به خونه G3 میرون، شانس های بهتری رو داشت. با وجود پیاده توی B6 اتفاقی که میفته شاه سیاه یکم دورتره و حالا مثلا سیاه F6 رو بازی کنه، مثلا اگه رخ D4 هم کیش بده سیاه شاه رو به E3 میذاره، رخ وارد C4 میشه. دقیقا این وضعیت الان چیه؟ سیاه با بهترین دفاع احتمالا مساوی رو بگیره، ولی خب شاید هم سفید بتونه ببره. حالا میگم باز هم حتی انجین این سایت هم خیلی معتبر نیستش. من از چسپیس هم براتون نمیچینم چون که صفحش به اندازه این جذاب نیست، زمان بازیکنها رو نشون نمیده و خیلی چیزهای دیگه، صفحش هم اینقدر بزرگ نمیشه. به همین دلیل اینجا دارم نشون میدم، اگر از چسپیس نشون میدادم یکم بررسی ها شاید دقیق تر بود. حالا به هر صورت C7 جس هم خوبه به نظر من، شاه میذاره B6 شایسته و اینجا صحنه های حساس بازی رو یکی پس اینجا دیگه بازی کلا قرمز میشه توی chess.com، یعنی قرمز و نارنجی و زرد و همه اینها، دیگه حرکات آبی و سبز و اینها وجود نداره. حالا سبز اصلا وجود داره یا نداره رو نمیدونم. اینجا کامپیوتر میگه سیاه باید خیلی سریع F6 رو بازی میکنه، این خونه ها رو کنترل میکنه، خونه های سیاه رنگ رو. چرا؟ چون توی بازی دقت کنید سیاه رخ رو میذاره C4، اینجا سفید میتونه رخ رو وارد D2 کنه و بخواد بره توی D7. اگه سیاه بزنه رخ وارد D7 میشه و اگه F5 رو بازی کنه رخ برمیگرده D4. حالا سیاه باید رخ اگه بزنه که میبازه، آخر بازی پیاده ای بازنده هستش، باید رخش رو تکون بده، مثلا بذاره چه میدونم C3 که شاه میره F4 میره G5 و سفید شاید این وضعیت رو بتونه ببره. من هیچ وضعیتی رو قطعی بهتون نمیگم چون واقعا این وضعیت ها پیچیده هستش، ولی سفید شانس خیلی زیادی رو داره. به همین دلیله که کامپیوتر میگه اینجا به جای رخ C4 F6 رو بازی کن که اگه رخش اومد بتونی اینو بزنی. حالا اگر مثلا بخواد رخ D4 چیزی بازی کنه، اینجا که اصلا سیاه میتونه بزنه و نفوذی توی E5 وجود نداره و بازی مساوی میشه. خلاصه حالا رخ D6 هم بازی بشه، رخ کیش میده، شاه بیاد اینجا رخ کیش میده، شاه G5 رو نداره، باید برگردی، بازم کیش میده. حالا اگه شاه رو رفتی G2، حالا رخو میذاره A6، شاهت که دور شد رخو میذاره A6، بزنی مساوی بازی. خلاصه خیلی پیچیده و عمیق این چیزها و حالا F6 شاید مساوی رو میگیره، ولی رخو میذاره C4. جالب این که پرهام هم رخ D2 رو بازی نمیکنه. رخ D2 حالا احتمال برد داشت، نمیدونم رخ C5 دقیقاً چی میشد، شاید بهترین دفاع سیاه رخ C5 بود. رخ کیش، رخ اینجا شاه F4، شاید ببره، شاه داره G5 اینجا میره، اینو که نمیتونه بزنه، شاید ببره، شاید هم سیاه دفاعی داشته باشه، ولی خب در هر صورت پرهام شاه رو F3 میذاره، سیاه رخ رو D4 میذاره، شاه E3 برمیگرده، رخ C4 برمیگرده، شاه D3، میبینید همه رو اشتباه میزنه، ولی خب شاید بعضی از اینها هم اشتباه نباشه. رخ A4 شاه وارد C3 میشه، رخ E4 بازی تقریبا به تعادل رسیده، سیاه تقریبا تعادل رو گرفته. رخ F4 البته تعادلی که سخت، الان F5 رو بازی کرد، پیاده های جناح شاهش ضعیف شد. سفید شاه رو وارد C4 میکنه، رخ کیش شاه وارد میشه، رخ میاد اینجا قطع میکنه شاه رو، دیگه نمیذاره وارد این ور بشه. شاه برمیگرده، کیش شاه برمیگرده، رخ میاد B2، کیش پیاده رو میزنه و باز هم شاه رو قطع کرده و خب اینجا سیاه فکر میکرد که یک مساوی ساده رو داشته باشه. رخ میاد F3، شاه C7، اینجاها رو جلو بریم، بازی تعادله، ولی خب سفید داره فشار میاره. پرهام اینجاها شاید وضعیت محمد امین رو هم دیده بود، داره میبازه بازی رو
و یکم دیگه بیشتر می جنگید برای برد، F3 بازی میشه، رخ B6 حرکتی که من یکم دوست نداشتم. سیاه میتونه شاه E6 رو بازی کنه، هر زمان سفید شاهش وارد G5 بشه رخ میاد اینجا، F4 هم بازی کنه دیگه شاهش رو با خیال راحت اینجا نگه میداره، این رخ سفید اینجا میخکوب میشه، کیش بدی شاه رو میذاره، مثلا G8 بزنی با کیش میزنه، بزنی رخ رو میذاره G4 اینم میزنه، بازی مساوی میشه. ولی خب توی بازی سیاه رخ رو برمیگرده B6، جای تقریبا غیر فعالی رو برای رخش انتخاب میکنه، شاه G5 شاه E7 F4 شاه F8 شاه وارد H6 میشه، رخ C6 رخ کیش شاه F7 رخ کیش شاه E6 که کامپیوتر میزنه اشتباه و واقعا هم اشتباهه، باید شاه F6 رو بازیم که اینجا من نمیدونم سر بازی دقیقا چه اتفاقی افتاده، زمان سیاه کمه و خب خیلی هم نمیتونه فکر کنه. اینجا سیاه فکر کرده بازنده است دیگه، الان سفید رخش رو G7 میذاره، من شاه هم F6 بزنم رخش رو G7 میذاره و بعدش بازی رو میبازم، حتی انجین chess.com هم میزنه 2.66 میبازه، ولی این گونه نیست و اینجا سیاه میتونه مساوی رو بگیره. توی بازی شاه E6 رو بازی میکنه، حالا میریم میبینیم اینجوری چجوری سیاه مساوی میکنه، رخ C3 رخ در این شاه F7 شاه در این همینجوری رخو تکون بده، ببینیم سفید چجوری میخواد این بازی رو ببره. سفید این پیادش زیر ضربه، درسته؟ هر زمان اگه G4 رو بازی کنه سیاه میزنه، اگه با رخ پس بگیری شاه رو میذاره F6 و این وضعیت برای سیاه مساویه، رخ وارد G8 بشه رخ A1 این پیاده H و F با این ساختار مساویه. حالا اینکه دقیقا چجوری مساوی میشه، شاید فرهام این رو بازی میکرد و احتمال برد هم وجود داره، ولی در صورت بهترین بازی سیاه این بازی فکر میکنم مساوی. حالا من از تیبل بیس سایت هم استفاده کنم، میزنن درا، تیبل بیس سایت میزنن درا، اینجا ببینید اگه دقت کنید، حالا شاید شما نبینید ولی تیبل بیس سایت میزنن درا، از این استفاده کنیم بهتره برای آخر بازی ها و خیلی اطلاعات بیشتری رو میده، از این بیشتر رو نداره، یعنی وقتی پیاده تعویض میشه اینجا رو میدونه که مساویه. ولی خب حالا برگردیم توی آنالیز ها، بعد از رخ آسه فرض کنیم سفید بیاد رخ G5 بازی کنه، شاه میذاریم اینجا، شاه بیاد بالا رخ همینجوری تکون میدم، من پیاده رو برونه همینجوری تکون میدم، کیش بده بازم میرم اینجا، شاه بذاره اینجا همینجوری تکون میدم، بره تکون میدم، بره بیاد اینجا بازم تکون میدم، در نهایت سفید راه بردی نداره، این رخش رو بیاره اینجا هم من بازم تکون، این رخش که نمیتونه جدا بشه، شاهش رو که بیاره اینجا رخ کیش میدیم، شاه برگشت رو خود دوباره برمیکردیم، تموم شد، شاهش هم نمیتونه از این مخمسه بیرون بیاد، شاه بره اینجا بازم تکون، H7 بازم تکون، و حالا چجوری میخواییم بازی رو ببری؟ رخت که نمیتونه تکون جدا بشه، بازم من همینجا میام اینجا که نه، البته رو خواسته که نه، اینجا رو بازی کنه، شاه F7 اول باید بازی کنم، درسته؟ باید اول شاه نذارم رخ F8 کیش بده که این توی این قفس باقی بمونه شاهش، شاه F8 اشتباهه، ببین چه هست، آش رخ G5 F5 رو میزنه، بله باید برگردم F6، بازم با اینکه بررسی کردم سخت این وضعیت، آخر بازی کلا خیلی سخته توی شطرنج، خلاصه این وضعیت مساوی بود، حالا البته امکان برد هم وجود داشت ولی خب شانس از لحاظ تئوریک وضعیت مساوی بود. ولی توی بازی این چه اتفاقی میفته، شاه میاد E6، حالا اگه پرهام با شاه G6 رو میزد این بار فرق میکرد، رخ C3 سفید کیش میده، بعد شاهی هفت اینو میزنه بیاد اینجا رخو میذاره H6، حالا فرض کنیم رخ تکون بخوره میزنه تو H5، حالا تیبل بیس رو بزنیم میگه میبره سفید، میبره، این وضعیت با اون وضعیت فرق داره و سفید میبره، شاه اینجاست رخ بعدا وارد H7 کیش میشه و بازی رو میبره. خلاصه آخر بازی میگم خیلی چیز پیچیده‌ایه و اصلا نمیشه به این سادگی رو بررسیش کرد، ولی پرها میاد رخو میذاره G7 و شانس رو بسیار پس میده که اینجا رخ رو بذاره C3 و بعد از زدن، حالا اگه شاه در G6 بزنه رخ در G3 شاه H6 رخ میتونه وارد G4 بشه، نکته اینه که یکی از این دوتا پیاده رو میگیره بازی مساوی میشه و حدس بزنید اینجا گوکش چه حرکتی رو بازی کرده، اینجا گوکش تسلیم شده، حداقل ادامه میدادی، خب نمیدونم وقتش که نیفتاده، زده رو 41 ثانیه تسلیم شده، احتمالا وقتش نیفتاده، نمیفهمم واقعا، من هم بوده بازی مساوی رو تسلیم شدم، بازی هایی که شاید بعدا براتون بررسی کنم، اگه بعدش مطمئن بشه که مساوی بوده خیلی دردناکه، چون نتیجه تیمی هم بوده، تسلیم شده توی وضعیت مساوی، من
فکر میکنم این وضعیت مساویه واقعا، یعنی بعد رخ درجه 6. حالا این که بالا پایین میشه این سایت رو دقت نکنید، این وضعیت رو من با انجین استاک فیش چیدم و اینجا تیبل بیس هم هست دیگه، از انجین استاک فیش قوی تر، چرا تیبل بیس رو پیدا نمیکنم دیگه؟ خب اینجا یه پیاده زیاد نشون نمیده تیبل بیس رو دیگه، ولی انجین استاک فیش میذاره این وضعیت مساویه و من هم چیزی برای سفید پیدا نکردم و این بازی احتمال مساوی میشد. ولی خب توی این بازی پرهام تونست ببره بازی رو، یه بازی خیلی داستاندار و پرحادثه ای بود که در نهایت پرهام تونست برنده بشه و نتیجه تیمی ایران و هند 2-2 مساوی بشه. بریم نتایج دور پنجم رو یه مرور سریع با هم دیگه داشته باشیم. و اما نتایج دور پنجم، همونطور که میبینید ایران و هند 2-2 مساوی شدن. میز اول ایران برد، میز دوم هند برد و دو میز بعدی مساوی شدن. نتیجه خوب برای تیم ایران، تساوی تیم‌های چین و ازبکستان بود که هر نه میز یک و دوشون مساوی شد، سه و چهارشون برد و باخت داشته. ویتنام 3.5 قرقیزستان رو برد و حالا در دور بعدی ایران در برابر ویتنام بازی داره که همین الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این بازی در جریان، پرهام مقصودلو با لی کوانگ لین بازی داره، قهرمان سریع دنیا شده یه بار، بازیکن بسیار نیرومندی، تونست عبدالستاروف رو ببره توی این مسابقات. توی سه تا میز دیگه شانس خوبی داریم به نظر من، به خصوص استاد بزرگ بردیا دانشور و استاد بزرگ طباطبایی که مهره سفید رو دارن شانس خوبی دارن. ایران الان یک امتیاز از هند بیشتر داره، اگه ببره خیلی شانس قهرمانیش بالا میره چون همه تیم‌های قدرتمند رو بازی کرده. هنوز 3 دوره دیگه باقی میمونه، مسابقات 9 دوره و هنوز 3 دوره دیگه باقی میمونه، اما تیم‌های دیگر رو ایران به احتمال بتونه به سادگی ببره. ولی خب این دور رو اگه بتونه برنده بشه، اگه مساوی کنه هند احتمالاً اول میشه، چون که البته هند این دور با چین بازی داره، اگه هند بتونه چین رو ببره و ایران با ویتنام مساوی کنه اون وقت هند اول میشه، چون هند بردهای تیمیش، یعنی بردهایی که داشته بازیکنانش امتیاز بیشتری گرفته، مثلا 3.5 برده، 3-1 برده، ایران مثلا 2.5 1.5 چند تا برده، یکم امتیاز بازیش کمه، امتیاز تیمیش زیاده ولی امتیاز بازیش کمه. حالا به هر صورت تیم ایران فعلا با 9 امتیاز اول، هند با 8 امتیاز دومه و امیدواریم که در این دور هم ایران بتونه ویتنام رو ببره و مدال طلا رو کسب کنه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین، اگر اینطور بوده حتما حتما لایک رو بزنید، نظر خودتون رو بنویسین، هر نظری دارین سوالی دارین همینجا بپرسین لطفا و از شطرنج و زندگی هم لذت ببرید.